درود فروان خدمت دوستان عزیز، امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه هستش و تقریبا روز منفی خورونی هست کلن، هم توی ارزهای دیجیتال و هم توی بورس. همونجور که میبینید باز 1.7% شاخص کل امروز سقوط کرد و 1.3% شاخص کل هموزن، و الان متاسفانه باید بگیم که شاخص کل با قدرت زیادی از کانال خودش خارج شد به سمت پایین و متاسفانه احتمال این که تا این خطی که دیروز کشیدیم دوباره برگشت سر جاشه بادیه بکشیم، حدودای این خط احتمال ریزش الان برای شاخص کل وجود داره، یعنی 1,130,000 حمایت بعدی هستش که شاخص کل میتونه داشته باشه اگر واقعا به دادش نرسند و مثل اینکه هیچ کس دیگه توجهی به بورس هم نداره از بین مسئولین دولتی منظورم هستش. از این طرف میبینیم که بیت کوین را 33,000 هم وارد شد، وارد کانال 33,000 شد و خب در حدودای حمایت خودش که الان 30,000 هسته قرار گرفته و خب میدونید 30,000 پله بعدی برای ورود هستش و اگر 30,000 را هم رد بکنه اون موقع باید بریم سراغ 24,000 که خب اینجا میشه که الان خیلی وقتی اصلا به اون قسمت نرسیده، یعنی ببینید 24,000 میاد کجا؟ میاد اینجاها دیگه، میاد اینجاها، یعنی مال سال 2020 میشه دیگه، بله دیگه 2021 اصلا به 24,000 نرسید و تقریبا میشه گفتش حمایت خوبی رو در سال 2021 روی 30,000 به دست آورد. البته خب رو 40,000 هم حمایت داشت که از دست داد و خب 35,000 خیلی الان ورود کردن مجددن، احتمال داره که تا 30,000 هم بیاد پایین که پله بعدی باشه برای ورود. کلن بازارها فعلا همگی خونین هستن و فکر میکنم که بازار ملک فعلا از بقیه بازارها مطمئن‌تر هستش و توی این آمار هم این قضیه تایید شده. مهمترین رقیب تالار شیشه‌ای بازار ملک، دلیلش هم اینه که چرا سرمایه ها بعد به سمت بازار برن که از میزان پایین نقشوندگی رنج میبرن، چون میدونید ملک سریع نقد نمیشه و بالاخره کسی که میاد سرمایه گذاری میکنه بعدا اگه خواست نقدش کنه شاید بایستی ماها صبر بکنه و حتی اگه زیر قیمت هم بده کسی نیاد بخره. ولی جذابیت عامل اصلی ورود سرمایه های فراری از بورس به سمت بازار ملک است. نظرسنجی که 1 ماه پیش در ایسپا بوده از مردم پرسیده شده بود که اگه مبلغی پول داشته باشن ترجیح میدن در کجا سرمایه گذاری کنن. 36% مردم گزینه زمین و مسکن انتخاب کرده بودن و 1.2% فقط به بورس رأی داده بودن. در هر حال اوضاع نابسامان بورس داره سبب میشه که سرمایه ها به سمت بازارهای دیگه بره و خب بخشی هم که بحث کردیم با وضعیت فعلی ارزهای دیجیتال جذابیت ایجاد میکنه که ببرن توی ارزهای دیجیتال به امید اینکه مجددن اونها سریعتر بیاد بالا و بتونه ضررهاشون رو جبران بکنه. البته خب هر بازار ریسک های خودش رو هم داره، ارزهای دیجیتال هم بازار کاملا پر ریسک هستش، رو هم در نظر بگیرید، اینجوری نیستش که ریسک خودش رو نداشته باشه، ولی به همون میزانی که ریسک داره احتمال صعود هم داره، یعنی احتمال داره که مجددا برگرده بالا بازار. خب بورس نیاز به شوک داره، حرفی که الان همه دارن میگند این هستش که یه شوک رو میخوایم داشته باشیم. آنچه امروز در بورس شاهدش هستیم نتیجه سیاستگذاری نادرست دولت 12 و در پی آن دولت ابراهیم رئیسی است، و اما گله اصلی فعالان متوجه دولت 13 رئیسی شده که وعده ساماندهی بورس تنها در 3 روز را داد و موفق به
جلب نظر اهالی بورس شد و تونست پیروز انتخابات بشه. البته خب حالا به اهالی بورس هم رأی نمیدادن، در حال پیروز انتخابات میشد دیگه. رقیب درست حسابی که وجود نداشت اونجا، در حال مشخص بود که ایشون پیروز انتخابات هست. ولی خب بالاخره این وعده و وعیدها هم داده شد اونجا. ببینید حالا من این دولت فعلی کاری ندارم، دولت قبلی یه مثالی براتون بزنم. فرض میکنیم که دوستمون میاد بهمون میگه که آقا بیاین با هم دیگه بریم مثلا خارج، بیاین بریم یه کشور نزدیک، مثلا ارمنستان، از جا بریم گرجستان و فرضاً زمینی میره اینا. ما میگیم که ما پاسپورت نداریم الان بریم. میگه آقا پاسپورت نمیخواد که، شما هر چی داری خونه زندگی تو بفروش پول کن بیا بریم اونجا، اون با من بلدم چیکار کنم. آقا اونجا به ما اقامت نمیدن. آقا اون اقامت با من، شما همه چیزو بسپار به من دیگه. شما میگی خیلی خب، ما نه پاسپورت داریم نه زبان بلدیم نه نمیدونم به قول معروف هیچ کدوم اینا رو بلد نیستیم دیگه، فقط به شما اعتماد داریم، شما که دوست منی ما اعتماد بهت داریم، همه اینا رو میفروشیم و دنبالت را میفتیم، میایم دنبال ایشون میریم، ایشون میرسه به اون کشور مقصد یا غیبش میزنه پشت ما رو خالی میکنه. این دقیقاً داستان بورس ماست. یعنی دولت قبلی مردم رو بدون پشتوانه اومد به بورس دعوت کرد. ببینید بورس قبل از اینکه این اتفاقات سال 99 براش بیفته یه روندی داشت برای خودش طی میکرد. روندش هم روند حالا درست آرومی ولی آروم و سودی بود. هیچ وقت هم این داستاناتش وجود نداشت. ما سالها داشتیم کار میکردیم، این مشکلات رو هم نداشتیم. یهوی دولت اومد اون دوستی خاله خرسه شد. من گفتش آقا بیاین همه چیز بسپاریم به بورس و سودای کلام ببرید و فلان ببرید و همه مردم رو اوورد توی بورس و تعداد کدای بورسی مثلا 7-8 میلیون رسود به 60 میلیون، بعدش هم یوول کرد رفت. خب الان این دولت هم واقعا یک کاری نمیتونه بکنه. حالا وعده داده، خب اینم اشتباه کرده، نه وعده میده. در حال اگه برنامه‌ای داری بیا وعده بده. متاسفانه تو کشور ما انتخابات فقط تبلیغاته، یعنی تبلیغات میان میکنن بدون اینکه برنامه‌ای پشتش باشه، بعدش بخوام فکر بکنن که حالا باید چیکار بکنن. بعد جالب تر از همه این که الان داره میگه این بسته ده بندی پیشنهادی خاندوزی هنوز به مجلس داده نشده، میتواند زمین ساز رونق بورس در 1401 باشه. خب پس چرا نمیدیدش به مجلس؟ دلیلش رو من میخوام بدونم. الان شما این همه بهوه و چهچه کردید، حالا دیگه اینو نمیدن به مجلس. حالا آیا میخوان تغییرات بذارن توش، میخوان درستش بکنن، میخوان بهترش بکنن؟ ولی در هر حال توسط سازمان برنامه بودجه به مجلس داده نشده و این هم چندان باب میل حقیقی ها و حقوقی های بورس نیست این قضیه. یعنی یه جورایی الان با دیده تردید دارن نگاه میکنن که خب چرا این اثر رو نمیدن. هر کسی هم بود این فکر را میکرد. یعنی شما الان فکر کنید خب پس نکنه پشتش مثلا یه مشکلی هست، یه اتفاقی هست، نمیتونن این کارا رو بکنن که اینو نمیدن، میخوان زمان بخرن، وقت بخرن. اینه که در هر حال الان حجم معاملات امروز هم که میبینید حدود 3000 میلیارد که مجدداً به افت شاخ مواجه بوده که الان بهش میرسیم. شاخص بورس چرا با عجله در حال سقوط هست؟ و خب اینها هم همه دلایلش هست که باز اینجا هم بهش اشاره شده. متاسفانه همزمان با انتشار خبر اجرایی شدن بسته وزارت اقتصاد برای حمایت از بورس، صفحات بورسی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به آینده بازار ابراز امیدواری کردن، اما روند معاملات در ساعات گذشته نشان داد که فعالان بورسی نسبت به انتشار این خبر واکنش چندان مشخصی نشان نداده و ترجیح میدن تا بیش از هر اتفاقی منتظر است به پایان رسیدن مذاکرات که در وین جریان دارد باشند. حالا یه وین هم داریم، متاسفانه بورسی داریم که اینجوری دعوت کردن، بعدن یه وین داریم توش، یه دونه ده بسته ای داریم توش، یه دونه نمیدونم قیمت دلار و ارز و اینا داریم توش، یه عدم اطمینان داریم توش، یه سری وعده داریم توش، یه سری ماینر پیدا میشه توش، یه سری میان پلوم پش میکنن میرن و خب همه اینا میشه حاصل این که الان با این وضعیت مواجه هستیم. امروز 100 میلیارد فقط از نمادهای پتروشیمی خروج پیدا کرد و
مشاهده میکنیم باز رتبه های اول تا دهم در دست حقوقی ها و حقیقی ها چند تا نماد از جمله هایوه با بمیلا و احیا وارث و سنا فلامی فازر شدن اینا چقدر کم همه صفر صفر در برابر اینا نگاه بکنید که خب این طرف پتروشیمی ها کانیای فلزی سرمایه گذاری ها فلزات اساسی همه امروز متاسفانه باز خروج پول را شاهد بودیم فکر میکنم بیشتر از 400 میلیارد مجدد امروز خارج شده از بورس تعداد نمادهای مثبتمون به شدت کاهش پیدا کرده 27 نماد فقط امروز 3% نسبت به روز قبل افزایش داشتن در برابر 370 نمادی که بیش از 3% کاهش داشتن یعنی بیش از نصف از نمادهای بورسی امروز بورس و فرابورس حالا با هم دیگه بیش از نصفی چون 700 خورده نماد داریم یا 370 تا از نصف هم بیشتره امروز منفی بودن بیش از منفی 3 بودن یعنی شاید منفی 1 و منفی 2 هم که در نظر بگیرین خب اونا هم هست دیگه اینا رو ببینید صفحه فروشمون صفحه خریدمون صفحه خریدمون امروز مجددا به حدود 16 نماد رسیده دو تا هم در آستانه صفحه خرید داشتیم در برابر صفحه فروشی هامون که مجددا امروز تعدادشون حدود 184 نماد که حتی نگاه میکنیم بزرگان دوباره پیوستن به صف فروش مثلا نوری انرژی 3 کاما که 4 دینا ببینیم که توی این لیست صف فروشی ها الان قرار دارن در آستانه صف فروشمونم که میبینید حدودا بیش از 60 نماد یعنی 245 تا نماد از این 350 تا من بیش از منفی 3 مو فقط داشته تو صفحه فروش به نوعی معامله می شده و خب وضعیت جالب نیست متاسفانه تمام شاخصاس ها در بورس و فرابورس هم می بینیم که امروز تاثیر منفی روی شاخص کل داشتن 415 میلیارد تومان امروز از بورس خارج شده نمادهای شتران، فملی، نوری، خودرو، انرژی سه، شبندر، فولاد تجلی کرمان شگویا فجهان توسن سبا و گدنا در پرتراکنش ترین ها بودن معاملات رو ببینید 2245 میلیارد در کانال 2000 میلیاردی الان قرار گرفتیم و اگه اینجوری پیش برم فکر کنم تو همین بهمن وارد کانال هزاری بشیم دیگه یعنی همین 2000 هم فکر کنم فقط همین حقوقی ها دارن میخرن دیگه پقیقی ها که پول نمیارن این هم نقشه پایانی از این نگاه یعنی اونایی که معامله شدن ببینید چقدر تعداد سبزا کم هستش توی این نقشه حتی تجلی که امروز ابتدای کار با مثبت شروع کرد کار خودش را میبینیم که چه اتفاقی براش افتاد در اون انتهای کار و اینم که نقشه تقریبا هموزن هستش در بورس که میبینین امروز به چه صورتی بوده حالا تو این گیراویر املاک شهرداری در آستانه ورود به بورس هستند و از طرفی فراهمسازی مقدمات واگذاری سرخابی ها تا پایان بهمن ماه واقعا نمیدونم اینا به چه امیدی الان دارن این کار رو میکنن البته خب اینا که مجبورن چون امسال از آسیا حذفشون کردن این دوتا باشگاه ما را و به خاطر اینکه مالکیتشون دولتی هستش اجازه بازی در باشگاه آسیا را پیدا نکردن یه جورایی مجبورن که این کار رو بکنن خب خبرهای خوب بنیادی این روزها هیچ تأثیر در بورس نداره مانند این خبر که 65% درآمدهای عملیاتی نماد چکاوه افزایش پیدا کرده و خب این میتونه سی خبر بنیادی خوب باشه خبرهای بنیادی از این دست بچه ها زیاد هستن این روزها و عرضم خدمتتون ولی هیچ کدوم تأثیری فعلا روی بورس ندارن به نحوی که این صفحه فروشمون در برابر صفحه خرید تقریبا 10 برابر ارزش صفحه فروش نسبت به خریدمون ساعت حالا حدود 10 صبح مجددا صفحه خرید
محو شدن. حتی تجلی که امروز ساعت 9:30 صبح ببینید با این ضعف خرید مواجه بود، پیرو بازار دیروز آخر کار میبینیم که به این رنگ در اومد و یه جورایی میشه گفتش که حالا مشاور وزیر اقتصاد آقای فولادگر گفته بازار سهام دماسنج اقتصادی کشور است. یعنی میخواد بگه که آقا اقتصاد اینجوری دیگه، وضع اقتصاد اینقدر خرابه. البته خب نمیشه الان این صحبت رو داشت به خاطر اینکه خب اینقدر دولت خرابکاری کرد در بورس که دیگه اصلا به هیچ چیزی ربط نداره اقتصاد خوب بشه بد بشه. چه میدونم فردا بیان بگن شرکت ها به جای 100% سود 200% میخوان امسال سود بدن، اینجوری میشه اونجوری میشه. الان دیگه اعتماد وجود نداره، یعنی اعتماد مردم میشه گفتش که صفر شده و این را دقیقا در این نمودار میتونیم ببینیم. این نمودار ورود و خروج پول حقیقی در دی ماه سال جاری هستش، از اول دی تا آخر دی که میبینید، به غیر از روز اول دی که ما پول حقیقی را وارد داشتیم در بورس روز اول دی ما، بقیه روزها فقط خروج پول حقیقی بوده و تا امروز که 4 بهمن هستش هم ادامه داره. یعنی الان بیش از یک ماه، این یک دی حذف کنیم از 4 دی بگیریم که اینجا هستش تا 4 بهمن که امروز هستش، حتی یک روز هم نبوده که پول حقیقی وارد بورس بشه. یک ماه دقیقا الانه فقط خروج پول داشتیم و اینم جدولش که حالا ما از 4 دی میگیریم دیگه، از 4 دی بگیرید نگاه میکنید که هر روز ما شاهد خروج هستیم متاسفانه و خب خیلی هم مثل این که برای کسی اهمیت نداره و نه دیگه وزیری نه رئیسی نه دولتی اصلا حرفش هم نمیزنن، خیلی ورود پیدا نمیکنن به این قضیه و دیگه خب انتخابات تموم شده دیگه، انتخابات تموم شده. و یاد یه مثال افتادن زمان انتخابات، همیشه میگن دیگه، میگن آقا بنده خدایی توی میخواست بره بین جهنم و بهش انتخاب بکنه، گفتن حالا بهت نشون میدیم چه جوریه، اول میبرندش جهنم میبینه چه بزن و برقصیه تو جهنم، بعدش بهش میبینه خب اونجا خوبه، اما انگار جهنم آدم ها شادتر بودن بهتر بودن، این میگه خب اونجا انگار بهتر بود برای من، اون جهنم انتخاب بکنه. فردا که میره میبینه سر به داغ اینا، میگه آقا اینجا که اینطوری نبود، میگم بابا اون تبلیغات بود، حالا تبلیغات تموم شد و دیگه برگشتیم به حالت عادی یا به قول معروف سر به داغه. اینش هم دقیقا همینه، حالا صحبت های آقایون دولتی و وزیر وزرا و رئیس جمهور اینا فقط انگار در زمان انتخابات بود، انتخابات تموم شد حالا سر به داغ رو دارن برامون آماده میکنن. خلند، فولای و زفکا 3 الگو ساعتی امروز بودن که خب دلار هم جالبه که الان اومده بالا، الان دوباره وارد تتر وارد کانال 29000 تومانی شده و مشاهده میکنید که دلار اومده بالا، پیرو اون سکم رشدی داشته ولی بورس نه. البته اونس طلا هم افزایشی بوده، هم اونس اومده بالا هم تتر اومده بالا، این که دلار هستش و خب پیرو اون سکم یه مقداری اومد بالاتر، یعنی حالا خیلی کم ها، این که میگیم 12,200 بود دیروز، حالا افت نکرده، خب خودش جای شکرش باقیه که حداقل طلا خودش امروز حفظ کرده، بقیه بازار رو که همه ریختن پایین. بیت کوین رو نگاه بکنی، ریالیش الان در حال حاضر زیر 1 میلیارد تومان اومده، زیر 1 میلیارد هستش. اتریوم 65 میلیون تومان، خیلی وقت بود این قیمت ها رو ندیده بودیم، حداقل چندین ماه بود که قیمت ها اینجوری نبودند و میبینید که ارزهای دیجیتال هم همه قرمز، چون اینا تمام از بیت کوین دارن تبعیت میکنن. بیت کوین کش رو نگاه کنی شد 7 میلیون 900 هزار تومان، تقریبا نصف شده.
نسبت به همین 3 هفته پیش شده، خیلی هم نمیخوایم این رقم تر. ترون 1540 تومن در حال حاضر داره معامله میشه و همه بازار ارز دیجیتال هم میبینید حالا به قرض یک دو مورد که سبز اون لابله ها میبینیم همگی قرمز هستن که خب بازار خونین در دو طرف داره انجام میگیره، ولی خب تفاوت در اینه که فعالان این بازار بهش اعتماد دارن و دلخوش هستن که بازار برگرده به سمت بالا، ولی باز توی بورس خیلی اطمینان اعتماد نداره. این صحبت من نیست، ولی من نظر خودم رو نمیگم، من فیدبکی که از جامعه میگیرم و حالا بالاخره دوستان آشنا کسانی که صحبت میکنن، حرکاتی که دارن انجام میدن، روی این سو دارم صحبت میکنم. اگر الان نظری نیست که بگیم این یکی بهتره اون بدتره، شما این کارو بکن اون کارو نکن، در حال هر کسی میتونه تصمیم گیری خودش رو داشته باشه و بالاخره بهترین تصمیم رو با مسئولیت خودش و ریسک پذیری خودش بگیره، ولی فیدبک اینجوری داره به من میرسه که الان توی اون بازار اطمینان وجود داره که برمیگرده بازار، ولی توی بورس الان اعتماد چندانی نیستش متاسفانه. که اینا توی کامنت های شما هم دقیقا مشخصه. ببینید آیدی FRH اعتقاد دارن که این به اصطلاح مدیران فکر میکنن اقتصاد بورس رو میشه با شعار و وعده های الکی سر پا نگه داشت، غافل از اینکه دولت زمانی که وعده حمایت از بورس رو میده به جای اینکه پول به بازار تزریق کنه فروش میکنه، فروش اوراق میکنه و نقدینگی کم میکنه. یعنی حرکت اشتباه دولت رو ایشون دارن نشون میدن. تشکر از آقای احسان نشتم، من عاشق پشتکار مهندس هستم که همیشه ویدیو در مورد بورس درست میکنه. شو میگه بابا این مملکت دیگه مرده صاحب نداره، فقط یه شخص دیکتاتور مثل رضاخان میخواد مملکت رو درست کنه و با همه کشورها صلح کنه. البته ایشون میگه رضاخان هم تحفه خوبی نبود، ولی با مالیات قند و شکر یک کشور اداره میکرد، مجلس به درد نخور به توپ میبست. البته فقط باید صبر کرد یه تغییرات در کل نظام بیفته، اگرنه مثل ونزوئلا میشیم. آقای شهرام میگن که دیگه در بلند مدت هم بورس بالا نمیاد، دیگه بورس باید منفجر بشه، اگه از توی بورس پول آورده خیانت به خودش و مردم ایران داشته. و خب دوستان بقیه دوستان هم میبینید که گذاشتند. بله آقای شهرام گفتن صدای بوق دوچرخه عالی بود، ما که پارسال گفتیم شاخص بورس به 600 هزار میرسه و الان عدد واقعی 800 هزار هستش و خب ایشون خیلی الان اعتقاد دارن که خب عدد شاخص سازی داره میشه، که توی این چند روز دیدید این قضیه هست. بقیه کامنت ها هم میخونم دقیقا این مورد ها میرسونه که الان خیلی اعتماد ندارن دوستان به بورس، در حالی که خب در مورد ارزهای دیجیتال فعلا اینجوری نیست. مثلا آقای مهدی اگر امروز ارز خرید شده به مدت 2 هفته در صرف نگه داریم چه ترید کرده از امنیت مشکل نداره؟ ببینید در حال امنیت اگر صرافی باز بمونه مشکلی پیدا نمیکنه، چون معمولا برای انتقال پول اینا پیامک میزنن، ایمیل میزنن، کار امنیتی میکنن، مثل کریپتولندش نکنن، چون آخه مشکل ما یکی دوتا نیست. الان بسیاری از دوستان تو کریپتولند هم مشکل پیدا کردن این چند ساله، چند ماهه، حالا هنوز به سال که نرسیده، امیدواریم زودتر مشکلشون حل بشه. ولی خب اونجا اصلا تو ارزهای دیجیتال ببین چه اتفاق براشون افتاده و حتی به حساب کاربری خودشون دیگه دسترسی هم ندارن. در حال ما خودمون ناچارن داریم این کارو میکنیم، چون بالاخره وقتی میخوای خرید فروش بکنی بایستی که یه مقداری همیشه تو صرافی ها داشته باشی، ولی اینکه بگیم حالا همه سرمایه‌شون تو صرافی بذارید، اون قسمتی که میخواید حالا مثلا تا دیک 2 هفته ترید کنی اینا، دیگه با مسئولیت خودت و ریسک پذیریت بایست این کارا بکنی. خب دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم، امیدوارم که باز هم نظر برای ما بدید و منتظر کامنتاتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.